سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم و برنامه این هفته رو در میان بوم‌های رنگارنگ داوید آببه، هنرمند اتیوپیایی، اجرا می‌کنم. و در ادامه برنامه پای صحبت روزبه کابلی، کارگردان فیلم مستند برقص یا بمیر و برنده جایزه امی. کل جنگ سوریه در زندگی احمد خلاصه شده. کارو کورانی، طراح لباس ایرانی ساکن دانمارک. در کارگاه پاتریک هیوز، خالق نقاشی های سه‌بعدی. برقص یا بمیر، نام فیلم مستندی ساخته روزبه کابلی که پاییز گذشته جایزه بهترین برنامه سازی هنری امی رو برده. کابلی که پیش از این هم از مناطق درگیر جنگ گزارش‌های بسیاری ساخته بود، بعد از اینکه با احمد جوده، رقصنده جوان سوری، آشنا میشه، تصمیم میگیره این بار به جنگ و مردمی که درگیر جنگن به طور متفاوتی نگاه کنه. برقص یا بمیر حاصل این تجربه متفاوته که میل و تلاش احمد رو برای ادامه به رقصیدن در شرایط سخت و ناممکن جنگ و همینطور در غربت نشون میده. کل جنگ سوریه، کل اتفاقات اخیر سوریه در زندگی احمد خلاصه شده. I have nothing. Without dance, I am nothing. So, there is no other choice than dance. احمد جنگ رو به طور واقعی براش پیش اومده و خونش ویران شده. 5 نفر از اعضای خانواده احمد در این جنگ کشته شدن. احمد توسط افراطی‌گراها تهدید شده. پدر احمد که یه شخص متعصبی بود، حاضر نبود پسرش رقاص بشه. بنابراین تمام این موارد در کنار هم از احمد فقط یک رقصنده نمی‌ساخت. Keeping on dancing. ادامه دادن به رقص در دوران جنگ مبارزه من بود. وقتی برام پیغام‌های تهدیدآمیز اومد، جنگ برام یه مسئله شخصی شد. چرا کسی باید چون رقصندم بخواد سرمو ببره؟ من میخوام رقصنده باشم و با رقصیدن بر صحنه آمفی‌تئاتر پالمیرا میخواستم به تهدیدگرها پیام بدم که این صحنه جای خلق هنره، نه جای کشتن مردم. من برای کارم به عنوان خبرنگار جنگ 10 سال گذشته به سوریه سفر میکردم، به کشورهایی که جنگ توشون بود سفر میکردم. و هر بار که به این کشورها سفر میکردم، گزارش عادی جنگ تهیه میکردیم از خط مقدم جنگ. ولی سوریه خیلی بیشتر از این بود برای من. سوریه که میدیدم در جریان بود، از روی صفحه‌های تلویزیون دیده نمیشد. بنابراین تصمیم گرفتم که برم دنبال یه شخصی، یه انسانی که یه زندگی دیگه‌ای داره و از دید اون نفر سوریه رو نشون بدم. یه دفعه عکسی دیدم از یه پسر خیلی خوش چهره‌ای که داره یه حرکت رقص بسیار زیبایی رو انجام میده. و بعد کلیک کردم و اومدم رو صفحه یه جوانی به اسم احمد جوده. من تو اون مکان‌هایی بودم که جنگ‌هایی که برای خود زندگی احمد پیش اومد، من از اون جنگ‌ها گزارش تهیه کرده بودم. بنابراین احمد میدونست که من شرایط زندگیش رو درک می‌کنم و میدونم وقتی که مثلا از محلش که بمباران شده داره حرف میزنه، میدونم چیه. We used to have a house at the street. Yes, before. But actually I can't know where is it.
من دو تا آرزو داشتم. یکی این که تو اردوگاه یرموک، جایی که بزرگ شدم، برقصم و دیگه این که روی صحنه آمفی‌تئاتر پالمیرا برقصم. وقتی با روزبه آشنا شدم، فکر کردم که این تنها شانسم برای تحقق دادن به این رویاست. قرار بود منو به جبهه بفرستن و هیچ تصویری از آینده خودم بعد از این فیلم نداشتم. وقتی تصمیم گرفتم این مستند پورتری رو بسازم و وقتی پخش شد، تلفن من منفجر داشت میشد از بیننده های هلندی که تماس میگرفتن و میخواستن به این جوون در سوریه کمک بکنن. و این قضیه باعث شد که این زندگی احمد تغییر بکنه، به خاطر اینکه رئیس تئاتر اپرا و باله هلند وقتی گزارش من رو دید، دعوتش کرد به هلند. احمد از جنگ به آمستردام وارد شد بعد از این قضیه. وقتی رفتم هلند، دچار شوک فرهنگی شدم. 6 ماه طول کشید که بفهمم و قبول کنم که کجا هستم. وقتی رسیدم، چمدونم رو گذاشتم خونه و فوری رفتم به سالن باله ملی، همون لحظه. و به محض رسیدن، شروع کردم بی‌وقفه کار کردن. اصلا وقتی نبود که بخوام جا بیفتم و با محیط آشنا بشم. دیدن این همه آزادی، این که مردم میتونستن خودشون باشن، هر چی میخوان بپوشن و هر چی میخوان بگن، برام عجیب بود. تا مدت ها وقتی حرف سیاسی میزدم، صدامو میآوردم پایین. آدم اگه یک نفر رو تغییر بده، جهانی رو تغییر داده. رابطه من و پدرم الان خیلی خوبه، در حالی که قبلا اینجوری نبود. اولین باری که منو تو تلویزیون در حال رقص دید، هر کاری که بگین کرد که جلومو بگیره. منو زد، لباس رقصمو سوزوند، کتابامو پاره کرد و گفت یا درس میخونی یا میرقصی. اونجا بود که گفتم یا میرقصم یا میمیرم. در واقع این جمله رو که نام فیلم هم از اون اومده، اولین بار به پدرم گفتم و بعد به شعار زندگیم تبدیل شد. چون من وقتی شروع به رقصیدن کردم، تازه زندگیم معنی پیدا کرد. جنگ به من یاد داده که روز به روز زندگی کنم. اگه فردا زنده بودم، همون موقع برای فردا تصمیم میگیرم. و این خوبه، چون آدم ها معمولاً حال رو از دست میدن و من میخوام که در لحظه و در زمان حال زندگی کنم. گذشته و آینده الان مهم نیست. شش سال پیش کارو کورانی شهر شیراز رو ترک کرد و به دانمارک پناهنده شد. اون در این مدت کوتاه خیلی پرکار بوده. زبان دانمارکی یاد گرفته، طراح لباس شده و نشان تجاری خودش رو ثبت کرده. اون تونسته خودش رو به عنوان یک طراح مد خوش‌آتیه در کشورهای اسکاندیناوی مطرح کنه. عاصفه برات به دیدن کارو رفته. طراحی که میگه کارهاش بدون جنسیت و بدون زمانه. من کارو کورانی هستم. 7 سال پیش به عنوان پناهنده وارد دانمارک شدم. یه زندگی جدید شروع کردم. اینجا فشن دیزاین خوندم توی دانشگاه و برند خودم رو درست کردم با 2 تا از دوستان. برندم اسمش هست اینکلیو مونارکی. 4 تا موضوع خیلی مهمه واسه من توی کاری که انجام میدم. یکی زمان، یکی تضاد، تغییر و گذار. این روی این 4 تا المنت من خیلی کار میکنم واسه برندم. سه 4 تا چیز هستن که من خیلی اینسپریشن میگیرم وقتی شروع میکنم. اولیش مردم هستن. آدم ها، مردم، از همه جاها، فرهنگ، خیلی مهمه. یکی دیگه از اسکاندیناویان دیزاین خیلی من ایده میگیرم، مخصوصا از طراحی ساختمان اسکاندیناویان دیزاین. و یه المنت خاصی هم که روش کار میکنم فضاهای خالیه توی اسکاندیناویان دیزاین. بیشتر دوست دارم یه فرم جدید، یه سیلویت جدید
واسه همون لباس مردونه هم لباس زنونه. بیشتر روی فرم کار میکنم و همینطور دیزاین. در نهایت چیزی رو که درست میکنم مربوط به زمان خاصی و فرم خاصی نباشه، اینی باشه که یه چیزیه که جدید باشه ولی در عین حال شاید مثلا شما بتونید بپوشینش، مثلا اگه برگردیم به قبل یا مثلا برید به جلو به آینده بتونید راحت بپوشید لباس ها رو. هر کالکشنی که درست میکنم یه مسیجم یه پیامم دوست دارم که باهاش بدم بیرون. و کالکشن نوفوتورا در مورد همین بود، اینکه ما زیاد به آینده فکر میکنیم و اینکه وقتی که به آینده فکر میکنیم حالمون رو از دست میدیم، یعنی زمان حالمون رو از دست میدیم و این یه خورده زندگیمون رو سخت میکنه. البته همه اینا برمیگرده به خودم، اینا چیزایی بود که خودم تجربه کردم، خیلی نگران آینده بودم و این چیزا همیشه و دوست داشتم یه جوری ترانسفرش، یعنی یه جوری اونو بذارمش توی لباس و اینو به مردمم نشون بدم. این نیست که شما آینده‌ای وجود نداره، 100% آینده هست و باید براش تلاش کرد هر روز، ولی این که به خاطر آینده زمان حالتون رو خراب کنید این چیز درستی نیست. و این ایده نوفوتورا اون مسیج از اونجا اومد و اینو نوفوتورا رو از یه پلاکارت واسه باوهاوس بود که از سال 1960 بود فکر کنم، از اونجا گرفتم، نوشته نو فیوچر، یه خورده تغییرش دادم نوفوتورا با یه فونت جدید، خیلی هم بزرگ درستش کردم زدمش رو لباس که دیده بشه. آرت ورک هم با یکی دیگه از دوستام دایانا شروع کردیم کشیدن و این چیزا یه صورتهایی درست کردیم که نشون بده که اگه به آینده زیاد فکر کنیش داخلت، یعنی روحت چه شکلی میتونه باشه. کالکشن جدیدم The Dream Is On. هممون خیلی رویاهای مختلفی داریم، همین که میخوابیم رویا میبینیم، همین که بیدار هستیم آرزو میکنیم، یعنی دوست داریم که یه رویایی داریم، دوست داریم به اون رویاها برسیم. این کالکشن رو درست کردم واسه این که بگم که همیشه اینو دنبال کنید، این که یه رویا دارید اینی که دنبالش کنید حتما به یه جایی میرسید. این چیزی بود دوباره که واسه خودم اتفاق افتاد. خیلی من تحقیق کردم که آدم مثلا وقتی که یه رویا دارید رویا چه رنگیه، چه جوریه، زیاد نمیتونی تجسم کنیم دقیقاً ببینیم که این چه شکلی میشه. دوست داشتم که اون چیزی رو که مثلا توی رویاهایی که خودم داشتم، رنگایی که داشتم و نشون بدم توی کالکشن جدیدم. خاکستری روشن استفاده کردم، سفید استفاده کردم، صورتی با گلهای مختلف، گلهای با رنگای صورتی و الناس زحمتش رو کشیدم درست کردم. خیلی یعنی یه چیزی که امید میده وقتی که اون لباس رو داری میپوشیش، میدونی که این اوکی الان اون رویات الان دیگه روشنه، برو دنبالش کن. اینجوریه، به خاطر همین رنگای روشن انتخاب کردم. پاتریک هیوز هنرمند 80 ساله بریتانیایی که به زاویه های معکوس، سراته و متناقض علاقه‌منده. بنابراین عجیب نیست که خالق یک ترفند بصری به نام ریورسپکتیو یا پرسپکتیو معکوس که یک ربع قرن هیوز رو به خودش مشغول کرده و براش شهرت همراه آورده. تماشا به دیدار پاتریک هیوز در کارگاهش در لندن رفته. پرسپکتیو به دو صورت ظاهر میشه، طبیعی و مصنوعی. پرسپکتیو طبیعی اونه که اشیای دورتر به نظرمون کوچیکتر میان. پرسپکتیو مصنوعی ولی حاصل طراحی یک سیستم دقیق هندسیه که توش جای افق، محل تلاقی دو خط موازی و خطوط افقی و عمودی مهمه. موردی که الان اینجاست یه شی کوچیکه که جلوتر از یک شی بزرگ قرار گرفته.
اگه من این شی کوچیک رو بکشم طرف خودم و شی بزرگ رو از خودم دور کنم، تصویری از یه پرسپکتیو طبیعی ساختم. یعنی اون چه که به شما نزدیکتره بزرگتره و اونی که دورتره کوچیکتر. حالا جالب وقتیه که برعکسش رو انجام بدم. این کاریه که من دوست دارم بکنم. پرسپکتیو وارونه. ابن هیثم در قرن دهم میلادی با ایجاد روزنی در یک اتاق تاریک اولین نمونه دوربین را ساخت و با مطالعه نوری که از اون سوراخ کوچک میتابید و تصاویری که ایجاد میشد، تونست بعضی مختصات پرسپکتیو هندسی رو کشف کنه. من هم یک هندسه دانم و دنبال رو ابن هیثم. در ضمن من در خلق پرسپکتیو به حرکت و اتفاقی که میتونه موقع حرکت بیننده جلوی تابلو بیفته هم توجه دارم. در کار من نکته اساسی اینه که مخاطب در حین نگاه کردن به تابلو باید جلوش حرکت هم بکنه، چون تابلو با بیننده حرکت میکنه، مثل یه جور رقصه. در دوره رنسانس میل به خلق پرسپکتیو در نقاشی بین هنرمندا گل کرد و خیلی زود هم توش ماهر شدن. بعد گفتن بیاین پرسپکتیو بسازیم. مثلا صحنه تئاتر سنتی ویچنزا طوری ساخته شد که پرسپکتیو رو تداعی میکنه. همینطور کاخ اسپادا در روم. من پرسپکتیو میسازم، ولی پرسپکتیو وارونه، یعنی اون بخشی که به نظر نزدیک میاد در واقع دورتره و بخشی که به نظر دور میاد نزدیکتر، و این باعث حرکت تصویر میشه. این برای من یه جور کشف و شهود بوده که تونستم با استفاده از پرسپکتیو تصویر رو زنده کنم، با پرسپکتیو و حرکت بیننده. ونیز برای من یه منبع الهام اساسیه، چون اونجا چند صد ساختمون روی آب و کنار آب هست که خب آب همیشه در حال حرکته. ساختمونا تقریبا همقدن و تو هر گوشش یه عالم اطلاعات و مختصات هست. ونیز هم مثل پرسپکتیو یه کلیشه است، یه چیز معینه. پرسپکتیو در قرن 15 میلادی یک ابداع جدید بود، ولی الان همه باهاش آشناییم و میفهمیمش و دوربین‌ها هم خیلی خوب پرسپکتیو رو نشون میدن، چیزی که قدیما خیلی به سختی امکان پذیر بود. رنگین کمان یه اتفاقه، در واقع چیزی نیست. برخورد آفتاب با ذرات آبه و در چشم بیننده پدیدار میشه. ولی من باهاش مثل یه چیز واقعی برخورد میکنم و این اون تضاد و تناقضیه که برام جالبه. من میدونم که ادراک جسمانیت نداره، ولی من دوست دارم بهش تجسم بدم و با حرکت زندش کنم. این یه جورایی نشون میده که من پذیرای پویایی زندگیم. خیلی خوشم میاد که بار دوم که پا در یک رودخونه میذاریم، آب همون آب نیست. پشت هندسه پرسپکتیو یک ایده عجیب و مدرن هست، اونم بی نهایته. اینجا بی نهایته و همه چیز، همه صندلی ها، میز ها، اتاق ها و هر چیز هندسی، هر گوشش میخواد به سمت بی نهایت بره و من اینجا نقاشی موندریان رو آزاد کردم که به سمت بی نهایت بره. خلاصه که نقطه بی نهایت پرسپکتیو رو معنی میکنه. همه جهان میتونه روی این قرار بگیره. میتونه ونیز باشه، میتونه یه نمایشگاه باشه، میتونه نقاشی ماگریت روش نقش بشه یا کاری از دکریکو. میتونه یه لابیرینت باشه یا هر چیز دیگه که روی این سیستم قوی پرسپکتیو هک بشه.
This is my cabinet of curiosities. این کلکسیون اشیای مورد علاقه منه که چند تاش خیلی جالبه. یکیش اینه که در واقع نقض غرض میکنه. اتو برای اینه که لباس رو صاف و زیبا کنه، ولی این میخا کارکرد این اتو رو برعکس کرده و لباس رو پاره و خراب میکنه. یکی دیگه این ساعت شنی نانسی فوتزه که پره و کار نمیکنه. شی بی مصرفیه. خوشم میاد که اینا بی مصرفن. این یه کلاهی که استفان واورکا درستش کرده. سر هیچ کس نمیره مگر صاحب این عینکی چشمی. سازنده این دوست صمیمی مگریت بود. من ری سازنده این اتو رو چند بار تو لندن همراه مارسل دوشان ملاقات کردم. وقتی مارسل دوشان رو دیدم بهش گفتم عاشق کاراتم. پرسید چی کاره ای؟ گفتم هنرمندم. گفت نه، بازم یکی دیگه. این دوتا ظرف که در دوران باروک ساخته شده بیرونش تره یه نیمرخ رو میسازه. بنابراین میشه به خودش نگاه کرد و ظرف رو دید، یا به فضای خالی اطرافش نگاه کرد و نیمرخ رو دید. وقتی من کار هنری رو شروع کردم متوجه شدم که به طنز علاقه دارم. کارهای مگریت از نمونه‌های خوب طنزه. اشر هم همینطور. دالی هم یه جورایی همینطور. یه جریان طنز تلخ هست که منم دنبالش میکنم. این چیزایی که الان نشون دادم هم اون رگ طنز رو دارن. من علاقم به واژگون کردنه. دوست دارم به طرف دیگه چیزها توجه کنم و چیزها رو برعکس کنم. همونطور که همه قهرمانای من از جمله لوئیس کارول، لورن استرن، اوژن یونسکو، کریستین مورگن استرن، فرانس کافکا و ان اف سیمسون که نمایشنامه آونگ یک طرفه رو نوشته، توی آثارشون این کار رو کردن و این طنز رو تو کارشون دارن. تم کارهای من تناقض و تضاده. این چیزیه که دوست دارم. ویلیام بلیک یکی از بزرگترین شاعرای سده 18 و 19 انگلستان بود، اما اهمیت او نه تنها در اشعارش بلکه در تصویرسازی‌ها و نقاشی‌های آخرازمانی اونه که بلیک رو به یکی از مهمترین هنرمندهای تاریخ این کشور تبدیل کرد. گزارش کوتاهی ببینیم از نمایشگاهی در موزه تیت که به دوره‌های مختلف کار او پرداخته. ویلیام بلیک قبل از هر چیزی حکاکی یاد گرفته بود و در طول دوران کاریش آثار هنرمندان دیگر رو با تکنیک چاپ بازآفرینی می‌کرد. زمانه او زمانه بسیار پر هرج و مرجی بود. اول جنگ استقلال آمریکا در دهه 1770 و به دنبالش انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئون که همه این وقایع در کتاب‌های تذهیب شده بلیک منعکس شده. کتاب‌هایی مثل پیشگویی اروپا و پیشگویی آمریکا. اینها از معروف‌ترین کتاب‌های بلیک هستند چون ترکیب بسیار نو و منحصر به فردی از متن و تصویرگری هستند. در دهه 1780 همون دوره‌ای که این کتاب‌ها رو خلق می‌کرد، ویلیام بلیک جایی نوشته که هیچ شاعر بزرگی کاملاً مستقل نیست، چون انتشار آثارش بسته به رابطه‌اش با انتشارات هاست. برای همین برای خودش یک دستگاه چاپ دست و پا کرد و تکنیکی جدید برای چاپ تصویر و متن در انداخت. اگر نگاه کنید می‌بینید که حروف متن حروف تایپی نیست. در این حال معلومه که روی قالب‌ها به دستخط خودش حک شده و بعد روی ورق چاپ شده. دور نوشته ها هم تصاویری هست که برخلاف تذهیب کاری هنرمندان دیگه لزوما در قسمت بالا یا کنار صفحه نیست، بلکه نقش ها دور متن رو گرفته. آزادی پیام غالب کارهای بلیک. در اسطوره‌ها شخصیتی هست به نام اورک که سمبل طغیان و آزادیه و معمولاً با شخصیت دیگه‌ای به نام یوریزن که سمبل عقلانیت و قانون مکالمه می‌کنه. تصویر نیوتن که اینجا پشت سر منه میشه گفت که به شکل منفی بازنمایی شده. این دانشمند بزرگ اینجا روی زمین خم شده و با پرگار بر یک ورق مشغول محاسبه و مطالعه یک چیز کوچیکه، در صورتی که به طبیعت بی‌نظیر اطراف و پشت سرش بی‌توجهه. این اثر رو اولین بار بلیک 30 سال پیش از مرگش حکاکی کرد، اما این نسخه‌ای که می‌بینید رو یکی دو روز قبل از مرگش خلق کرده و یکی از کارهایی که خودش خیلی ازش راضی بوده. برای همین باعث تأسفه که این آخرین کارش بوده.
ممنون که همراه ما بودید. این برنامه هم تموم شد، اما میتونید تماشا رو دوباره روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش‌هاش رو هم روی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. تا هفته دیگه، خداحافظ.